بچه سلام، ما برگشتیم با یه ویدئوی جدید و کاربردی دیگه. تو این ویدئو ما قصد داریم به شما نشون بدیم که چجوری باید سرچ کنیم مقالات مفید و مرتبط با کارمون رو چجوری پیدا کنیم و در نهایت مهم‌تر از همه این مقالات رو اصلا چجوری باید دانلود کنیم. برای فهمیدن این موضوع با ما همراه باشید. بریم ببینیم به چه شکله. میخوایم یک پژوهش رو شروع کنیم. در آغاز راه چی نیاز داریم؟ اول باید جستجو کنیم، ببینیم دیگران قبل از ما چه کردن، چه منابعی منتشر شده توسط پژوهشگران قبل از ما، اونها رو پیدا کنیم و بعد مهمتر از هر چیزی بتونیم دسترسی داشته باشیم به اون مقاله ها و کارها. باید بتونیم فایل هاشون رو، پی دی اف هاشون رو دانلود کنیم. مقاله ها منظورم هست. من مهدی هستم از خورجین پژوهش با همراهی دوست عزیزم خانم زهره. این جلسه بنا داریم که درباره روش‌های جستجو و شیوه‌های دانلود مقاله‌ها با همدیگر یک گپی داشته باشیم. خب مشخصه که مقاله‌های علمی نقش بسیار مهم و ارزنده‌ای را دارند در دنیای پژوهش. از این رو پژوهشگران بایستی اطلاعات علمی مفید رو به دست بیارن که بتونن یک موضوع پژوهشی برای تحقیق خودشون انتخاب کنن، بر کارهای دیگران چیزی بیفزایند و علم جدید تولید کنن. خب بنابراین اولین گام در یک پژوهش علمی این هست که ما جستجو کنیم، سرچ کنیم و کارهای ارزشمند افراد قبل از خودمون رو دانلود کنیم و مطالعه و بررسی کنیم. طبیعتاً مقاله ها رو خود نویسنده ها منتشر نمی کنند، بلکه واسطه هایی به اسم ناشر یا پابلیشر عهده‌دار این کار هستند. جالب نیست که خود فرد خودش بیاد مقالهش رو منتشر کنه و اعلام کنه بگه این کار من بود، بفرمایید منتشر شده، مطالعه کنید. بلکه بهتره که این مقاله ها رو ما در یک ژورنالی به چاپ برسونیم، منتشر کنیم که دیگران بیان از طریق اون ژورنال به مقاله ما دسترسی داشته باشن. خود ژورنال ها هم معمولاً این کار رو انجام نمیدن. یعنی ژورنال فلسفه و کارش چیز دیگری است، ناشر کارش مشخصه. خب فرق ژورنال و ناشر چیه؟ ژورنال جایی است که مقاله ما رو ارسال میکنیم بهش، اونها ارزیابی میکنن، داوری میکنن، در صورت نیاز به اصلاح ریوایز میکنن کار ما رو و ما نسخه اصلاح شده رو دوباره میفرستیم به ژورنال و در صورت پذیرش ارسال میشه برای چاپ یا انتشار. و ناشر وظیفش نشر این مقاله است در قالب اون ژورنال. از این رو ما بایستی یک شناخت نسبی داشته باشیم از ناشرهای معتبر در سطح جهان. گاهی دانشگاه ها برای خودشون مرکز نشر دارند و انتشاراتی های دانشگاه های معروف و شناخته شده اعتبار خوبی دارند. دانشگاه کمبریج، دانشگاه آکسفورد. بعضی ناشرها هستند که یه مقدار جهان شمولتر و کلی‌ترند، اختصاص به یک دانشگاه خاصی ندارند، که از مهمترین اونها میشه به انتشارات الزویر اشاره کرد. الزویر یکی از مهمترین، قویترین و بزرگترین ناشرهای مقالات علمی در سطح جهان است. مال یک کشور، شهر یا دانشگاه به خصوصی نیست. البته ژورنال های دانشگاه ها هم به این صورت نیست که فقط مقاله های اساتید دانشجوها یا پژوهشگرای خود اون دانشگاه را به چاپ برسونن، ولی رسالت این ناشرهای جهانی یه مقدار گسترده تر و فراتر از ناشرهای دانشگاهی هستند. به جز الزویر میشه به اشپرینگر، وایلی، تیلر ان فرانسیس اشاره کرد، همچنین آی تریپل ای و غیره. اینها وظیفه‌شون نشر مقاله هاست. هر کدوم از این ناشرها میتونن ده ها یا صد ها ژورنال رو زیر چتر حمایتی خودشون قرار بگیرن و ما پژوهشگران مقالات خودمون رو بر حسب موضوع
ارسال و سابمیت کنیم به یکی از این ژورنال ها و ناشرش سرانجام کار ما رو بعد از تایید نهایی توسط ژورنال منتشر یا چاپ کند. ما کجا بتونیم یک مقاله سرچ کنیم؟ یعنی شما یه موضوعی رو انتخاب کردید برای کار تحقیقی خودتون، یه سری کلید واژه ها تو ذهنتون هست. خب کجا ببینید چه مقاله هایی در این زمینه منتشر شده؟ از اونجایی که ناشرهای خیلی زیادی وجود دارد، این که آدم بخواد تک تک مراجعه کنه به ناشر، به سایت هر ناشری، اونجا دونه دونه سرچ کنه، یه مقدار کار سختیه. حالا ناشرهای معتبر رو میشه این کار رو کرد، ولی این که شما بخواید از جستجوتون مطمئن باشید که همه مقاله ها رو در بر گرفته، طبیعتاً وقت و حوصله و انرژی رو ندارید که به صدها یا هزاران ناشر مراجعه کنید و جدا جدا تک تک اونجا بخواید سرچ کنید. کار سختیه. پیشنهادی که وجود داره اینه که از پایگاه های داده ای استفاده کنیم که بیشتر ژورنال ها رو زیر چتر خودشون گرفتند. یعنی چی؟ یعنی ژورنال ها توی این پایگاه ها ایندکس یا نمایه شدند. از این رو شما اگر برید توی اون پایگاه سرچ کنید، همه ژورنال هایی که زیر مجموعه و تحت پوشش و ایندکس شده اون پایگاه باشه، نتایج جستجو رو برای شما خواهد آورد که گوگل اسکالر یکی از مهمترین این هاست. یعنی به جای این که مثلا برید توی وایلی یا توی الزویر سرچ کنید یا ژورنال های کوچیکتر، بیاید توی گوگل اسکالر سرچ کنید. احتمال این که مقاله های بیشتر و متنوعتری را بتونید بهشون دسترسی داشته باشید برای شما بهتر فراهم خواهد کرد. حالا اگر کتاب خواستید گوگل بوکس میتونید دانلود کنید. ساینس دایرکت هم که احتمالاً برای خیلی ها نام آشنا باشد، در واقع همون ناشر الزویر هست. ژورنال ها و مجله هایی که تحت پوشش الزویر هستند، شما اگر مراجعه کنید توی ساینس دایرکت سرچ کنید، مقاله های همه ژورنال های زیر مجموعه این انتشاراتی رو برای شما میتونه جستجو و پیدا کنه. پایگاه هایی مثل وب آف ساینس که شرکت تامسون رویترز در واقع این رو هدایت میکنه و همینطور اسکوپوس، اسکوپوس هم زیر مجموعه از الزویر هست، اینها هم جاهای بسیار عالی هستند برای جستجو و پیدا کردن مقاله های معتبر و ارزشمند. خب شما اگر توی گوگل اسکالر سرچ کنید، مثلا شما کلید واژه سینتزیس اند زینترینگ رو سرچ کنید، خب لیستی از مقاله ها رو براتون میاره. مثلا توی این مورد نزدیک به 1,000,000 نتیجه در برداشت این جستجو. خب طبیعتاً هیچ پژوهشگری وقت این رو نداره که بیاد 1,000,000 مقاله رو دانلود کنه و مطالعه کنه، شدنی نیست، غیر ممکنه. پس ما با کمک یک سری فیلترها میتونیم جستجومون رو محدودتر و نتیجه ها رو هدفمندتر کنیم. مثلا شما میتونید سال انتشار رو تعیین کنید، بازه چاپ بهش بدید، مثلا مقاله هایی که از این سال تا این سال منتشر شدن، یا مقاله هایی که مثلا از سال 2017 به بعد چاپ شدن، اینها رو برای شما فیلتر میکنه، یا بر اساس نوع مقاله گاهی میشه اینها رو فیلتر کرد. و به طور کلی معمولا 10-20 صفحه اول جستجو بهترین مقاله ها رو برای شما سورت کرده و میاره. با توجه به عنوان اون مقاله ها شما میتونید تصمیم بگیرید که این مقاله رو بخونید، دانلودش کنید یا خیر. علاوه بر عنوان هر مقاله، خب اسم نویسنده هاش، ناشرش، سال انتشارش رو هم میتونید ملاحظه کنید. همینطور متوجه میشید که این مقاله چند تا سایتیشن دریافت کرده. سایتیشن یعنی تعداد ارجاعات و استنادهایی که پژوهشگران دیگر به مقاله مورد نظر شما کردند. البته این به این معنی نیست که این مقاله فقط این تعداد خونده شده. مثلا تو این مورد اول 272 تا سایتیشن داره. این صرفا به این معنیه که 272 تا مقاله منتشر شده به این مقاله
استناد کردند. طبیعتا این مقاله ممکنه تعداد بیشتری دانلود شده باشه، خونده شده باشه، ولی فقط عدد استناد رو ما توی اینجا خواهیم دید. اسم ژورنال رو هم میتونید ببینید، اسم ناشر رو هم میتونید ببینید و غیره. همچنین شما میتونید متوجه بشید که چند نسخه متفاوت از این مقاله در این مورد خاص وجود داره. گاهی نویسنده ها یا دانشگاه ها یا سازمان هایی که در واقع این پژوهش را حمایت کردند ممکنه که نسخه های متفاوتی از یک مقاله رو آپلود یا بارگذاری کرده باشند. حالا این عدد تعدادش چیز خوبیست چیز بدیست چندان مهم نیست، ولی این اعداد وقتی بیشتر باشه یعنی شما شانس این که بتونید این مقاله رو بالاخره از یه جای دانلود کنید بالاتر خواهد رفت. در پایگاه استنادی اسکوپوس هم شما میتونید سرچ کنید و جستجوی هدفمندتری داشته باشید. اینجا فیلترهای تخصصی تری در اختیار دارید که بخواد به نتایج جستجوی دقیق تر، محدودتر و بهتری دسترسی داشته باشید. چیزی که شاید توی گوگل اسکالر این ابزار و امکان در اختیار نباشه. البته مزیت گوگل اسکالر اینه که رایگان هست، اسکوپوس ممکنه که نیازمند اکانت یا صرف هزینه باشد. ساینس دایرکت هم همونجور که قبلا عرض کردیم ناشر الزویر هست، وبسایتیه که ژورنال های تحت پوشش الزویر رو ساپورت میکنه. شما در اینجا هم میتونید جستجوهای دقیق تر و هدفمندتری رو داشته باشید و فیلترهای مختلف بذارید بر اساس اسم نویسنده، سال انتشار، نوع مقاله، مثلا این مقاله مروریه، این مقاله پژوهشیه، مقاله کوتاه است، یا خود ژورنال ها رو به عنوان فیلتر تعیین کنید و مقاله ها برای شما به نمایش در بیاد. یکی از این مقاله ها که مورد نظر و مطلوب شما هست رو اگر انتخاب کنید و روش کلیک کنید، حالا میرسیم به این که ما چجوری بتونیم این مقاله رو دانلودش کنیم. خب اگر شما شانس بیارید و اون ژورنال اوپن اکسس باشد، شما به راحتی و به رایگان با یک کلیک میتونید نسخه پی دی اف اون مقاله رو دانلود کنید. اوپن اکسس به معنی دسترسی آزاد هست، یعنی ژورنال مقاله هاشو رایگان در اختیار خواننده ها گذاشته. اوپن اکسس به معنی پولی بودن یا پولی نبودن یک ژورنال نیست. پولی بودن ژورنال به این معنیه که وقتی نویسنده میخواد مقالهش رو توی اون ژورنال منتشر کنه، بعد از اینکه مقالهش اکسپت و پذیرش شد، باید یک پولی به اون ژورنال بپردازد. این پول صرف هزینه های انتشاراتی اون مقاله میشه. وبسایتی که وجود داره، کارکنانی که اون ژورنال و اون ناشر دارن، هزینه هایی که اینها متقبل میشن، یه بخشیش توسط این مبلغ تأمین میشه. ولی این به معنی اوپن اکسس بودنش میتونه باشه، میتونه نباشه. بعضی از ژورنال ها از نویسنده ها پول میگیرن، بعضی ها نمیگیرن. بعضی ژورنال ها از خواننده ها پول میگیرن، بعضی ها نمیگیرن. سیاست هر ژورنال با توجه به اینکه آیا اسپانسر دارد یا ندارد متفاوته. ولی برای من پژوهشگر، برای من خواننده مقاله، اوپن اکسس بودن این مزیت رو دارد که مقاله را من میتونم رایگان دانلود کنم. اگر ژورنال اوپن اکسس نباشد ما باید چه کار کنیم؟ عنوان مقاله خب از ویژگی های مهم یک مقاله است. به جز این شناسه های دیگری هم وجود دارد. یکیش کد دی او آی هست که اختصاصی هر مقاله است. یعنی یک مقاله مادام العمر این کد رو بر روی خود خواهد داشت. یه چیزی مثل کد ملی یا شماره شناسنامه میمونه. همچنین یک وب پیجی داره هر مقاله. یعنی ما با یک لینکی میتونیم توی آدرس بار این رو شناسایی کنیم. نکته که وجود داره اینه که لینک یک مقاله ممکنه با گذر زمان عوض بشه،
مثلا یک ژورنالی از یک ناشری مهاجرت کنه به یه ناشر دیگر، از یک دامینی مهاجرت کنه به یه دامین دیگر، خب اون لینک توی آدرس بارش عوض خواهد شد، ولی کد DOA یک شماره دائمی برای هر ژورنال خواهد بود. خلاصه برای دانلود یک مقاله داشتن عنوان وب پیج یا DOA بهتره که داشته باشیم که بتونیم دانلود راحتتر و سریعتری تجربه کنیم. خب در حالت کلی ژورنال هایی که اوپن اکسس نباشند از شما یک وجهی را مطالبه می کنند که بتونید اون PDF رو دانلود کنید. این وجه حالا برای ژورنال ها برای ناشرهای مختلف متفاوته، تو اردر 30-40 دلار است. خب طبیعتا برای یک پژوهشگری که مستقله یا یک دانشجو یا یک استادی که گرانتش محدود هست، درآمدش محدوده، صرف این مبالغ کار سنگینی است، هزینه های زیادی رو متحمل میکنه بر اون پژوهشگر. و نکته اینه که فقط ما یک مقاله که نمیخوایم دانلود کنیم برای یک پژوهش، شاید ما بخوایم 50 تا 100 تا مقاله دانلود کنیم و از عهده تامین این مخارج یک فرد به تنهایی بر نیاد. چه راهکارهایی وجود داره؟ بعضی از دانشگاه ها میان با این ناشرها قرارداد میبندند و پژوهشگرهایی که توی اون دانشگاه مشغول تحصیل یا مشغول پژوهش و تدریس هستند، برای اونها این دسترسی و دانلود رایگان فراهم میشه. برای دانشجوهای تحصیلات تکمیلی برای اساتید توی بیشتر دانشگاه ها این امکان فراهم است. شما از طریق سایت دانشگاه یا کتابخونه مرکزی اون دانشگاه یا با اختصاص بعضی VPN ها بتونید به رایگان مقاله ها رو دانلود کنید. راه دیگر، ممکنه که ما دسترسی نداشته باشیم به چنین امکانات دانشگاهی یا اکانت خاصی را نداشته باشیم. یک راهی که وجود داره اینه که خب از دوستانمون بخواهیم این لطف رو در حق ما بکنن. به هر حال بعضی از دوستان ما ممکنه این دسترسی را داشته باشن. این بالاخره یک راه میانبر برای کسایی است که خب میدونن دوستانی دارن در جاهایی که اونها این دسترسی رو دارند. راه دیگرش اینه که ما از طریق سایت هایی مثل ریسرچ گیت بیایم اونجا عنوان یا DOI رو سرچ کنیم، به وب پیج اون مقاله دسترسی داشته باشیم و اگر شانس بیاریم نویسنده های اون مقاله در ریسرچ گیت عضو باشند، ریکوست فول تکست بزنیم، یکی از این نویسنده ها اگر بخواهد میتوند فایل مقاله خودش رو برای ما از طریق خود همین ریسرچ گیت ارسال کند. این کار قانونی و اخلاقی هست، چون که در اشل محدود نویسنده ها این اجازه رو دارند که مقاله هاشون رو با دیگران به اشتراک بذارند. راه دیگری هم که وجود دارد اینه که شما به نویسنده مسئول مقاله ایمیل بزنید. ایمیلش در وب پیج همون مقاله موجوده و اون نویسنده مسئول احتمالش هست که به ایمیل شما جواب بده و مقاله رو براتون با ایمیل بفرسته. یک راه دیگری هم وجود دارد، این البته اختصاص پژوهشگران جوان و تازه کار نیست، برای پژوهشگرایی کارایی داره که تجربه ای دارند، نه تنها مقاله هایی چاپ کردند بلکه مقاله های دیگران رو هم داوری کردند. مثلا الزویر اینها رو به عنوان داور میشناسه و به عنوان تشکر بابت داوری هر مقاله به شما یک ماه دسترسی رایگان در اختیارتون میذاره که هر چقدر خواستید از الزویر مقاله دانلود کنید. حالا این پاداش ها یا تشویقی ها برای ناشرهای دیگر هم ممکنه باشد، حالا با سیاست های خاص خودشون. یک سری راه‌های میانبر هم وجود دارد، شاید حالا چندان اخلاقی هم به نظر نرسد. سایت‌های واسطه‌ای هستند که میتونن این مقاله‌ها رو در اختیار شما بذارند. شما با کپی کردن عنوان DOA یا لینک اون مقاله میتونید به این
مقاله‌ای که مد نظرتون هست دسترسی داشته باشید. یک سری گروه ها هم هستن توی فیسبوک، توی تلگرام یا شبکه های مجازی دیگر که اونجا پژوهشگرا میتونن به هم دیگر کمک کنن. اونهایی که دسترسی آزاد دارن به پژوهشگرانی که این دسترسی رو ندارن در تبادل و به اشتراک گذاشتن این مقاله ها کمک و یاری کنند. امیدوارم که صحبت های امروز مورد استفادهتون قرار بگیره برای اینکه بتونید از مطالب و محتواهای آموزشی پژوهشی دیگر ما استفاده کنید. کانال ما را دنبال کنید تا از ویدیوهای دیگر ما هم باخبر بشید. پیروز باشید.